یا قبره برای هاشم نکنه نظمیه چیه باشن. آروم باشید، پشت حیاتی یه نردبوم داشتم نادلی روانشون بود. چشم آقا دنبال من بیاییم. ها چه خبره؟ مگه نمیبینی تعطیله؟ سر آوردیم، نکنه باز بدمستی کردیم، پر شدیم. این چیه بابا؟ الان چه وقت بستنه در مهمونه است؟ بابا از پایین در خرف شده نمیزا. چته؟ واسه کم بزه بیام تو با گشتمونه. تعطیله مگه کوری؟ نه خیر کور نیستم، اتفاقا با هم جفت چشم دیدم که دو نفر اومدن تو و پشت سرش یه نفر سرید تو ما رو گرفتی؟ سرشاق با من پیرمرد نشو، میگم تعطیله برو. بهت میگم بارم باره کجا؟ میگی باحت ها دیگه چی میگی؟ چی کار داری میکنی یاقی؟ شر با حیات کو آخه این جایی پدرته، الهی حال ببرده. بح بح دو کلمه مادر عروس بشو. چی شد؟ حیرتی طرف فلنگو بستی پشت نردبون گذاشتن. نردبون؟ یکی طلبه بود پک بوسر بگم دیر اومده سپردی آدم فرمیدی ها؟ پستان تو میرستم رحیم بیا. آمیرزا این مردک چی از جونتو میخواد؟ این گلچما قصش فقط آزار منه، قوت روزانشه. انگار صبح شب نمیشه اگه آزار نرسونه. یه کینه قدیمی تو دلش خیمه زده، عقلشو پرونده. چرا حرفتو نمیزنی؟ نگو چیزی برای گفتم نداری که من خوب میشناسمت. نیم ساعته که همینجوری اونجا نشستی و من زور زدی. نمیشه چیزی رو از شما پنهون کرد. راست میگید، منو میشناسی. اینطور حرف زدنت هم میشناسم. یه چیزی میگی؟ ولی منظورت یه چیز دیگه است. انقدر منو میشناسین که میدونین اهل گوشه و کنایه نیستم. اونم با شما. خب کاش یه خوردم دختراتون رو میشناختیم. نمیدونم با چه زبونی بگم باید با هم حرف بزنیم. اگه منظورت مرجانه که اون مدت هاست همه در رو روی من بسته، باعث و بانی تمام تصمیمات غلطشم خودشه. اینقدر کل شقه که همه این چیزا رو از چشم من میبینه. مرجان بیشتر از هر کسی به شما رفته. گویا به جز دخترم شما هم از من دل پوری دارین ها؟ این دوری و سردی بین شما و بچه ها منو میترسونه. ترسم یه پیش آمدی بدتر از قبل برای ما و یا اون اتفاق بیفته. شما باید یکم دل به دلشون بدید. براشون تصمیماتی گرفتین ولی باید باشون حرف بزنید. اسد خان اینجوری نمیشه. من میترسم. یکم دل به دلشون بدید. بله؟ الو سلام جناب تیمسار، من مادر مارینا. چه خوب شد که خودتون تلفن رو جواب دادی. چطور؟
اتفاقی افتاده؟ دخترم جناب تیمسر، مارینا گویا امشب وقتی خیاط خونه رو ترک میکنه دو نفر ناشناس با زور با خودشون میبرنش. خیلی هم این در اون در زدم ازش خبری بگیرم، نمیدونم کجا برم دنبالش. من چه کمکی میتونم بکنم؟ آخر و عاقبت وصلت با یه کمونیست دو آدیشه همینه. سابق بر این باید فکرشو میکردید. وقتی فهمیدید خط و ربط سیاسیش چیه باید میدونستین مارینا رو با خودش میکشه ته چاه. هرچند از همون روز اولم من دلم با شهاب نبود، منتها حریفش نشدم. شما میدونین مارینا بیگناهه، کمکم کنین پیداش کنم. خانم آرنوش، چرا من؟ شما آدم سرشناسی هستین، میدونین بردن مارینا زیر سر کیاست. مارینا هم جای دخترتونه، درست مثل مرجان، مثل ماهور. خواهش میکنم یک کاری از دستتون بر بیاد، دریغ نکنید. ای کاش درخواست دیگری ازم داشتید، درخواستی جز این که گند کاریای دامادتون رو بپوشونم. اصلا میدونید اگه تیمسار ارتش به هر ترتیبی با این کمونیستای بی پدر و مادر وصل بشه چه چیزی در انتظارشه؟ نه، نمیدونید. شب خیر. ماهور، ماهور چی شده؟ همین الان آرنوش دوباره تلفن کرد با پدر حرف زد، نمیدونم چی گفت ولی از حرفای پدر حدس میزنم گرفتار شد. ای باشه. خدا به خیر. دخترای خام و ساده من چتونه؟ برای چی این همه نگرانی شما؟ پدر مارینا چی شده؟ گمانم شیر فهمت کرده باشم که از این به بعد دیگه نباید کاری به کار مارینا داشته باشی. اینطور که پیداست کار شهاب و مارینا بیخ پیدا کرده، این یعنی زنگ خطر، این یعنی اینکه دور رابطتون با مارینا رو باید قلم بگیرید. چند بار من باید به تو بگم؟ چند بار؟ ها؟ پدر من به خاطر شما ازش دوری کردم، ولی اگر گرفتار شده باشه نمیتونم خودم رو کنار بکشم. شاید شما بتونید ولی ما نمیتونیم انقدر دل سنگ باشیم، اونم با نزدیکترین دوستمون. تو مثل که نمیدونی شهاب کیه ها؟ نکنه باز حواس دخمه تأمینات کردی و دیدار اون تأمینات چیه بیامه چیز تا یادت بده؟ نه دخمه تأمینات رو یادم رفته، نه دوستی ما با مارینا. آخه اون تفلک چه گناهی کرده که باید به آتش شهاب بسوزه؟ تو رو خدا پدر بگین چه بلایی سرش اومده؟ چرا از آتش بیاره مرگه نمیپرسی؟ من؟ بله شما؟ بعید میبینم که حرفای من نشنیده باشی. رفتی خبرش کردی که چی بشه؟ میخوای باز دوباره بندازی تو چنگال تأمینات؟ اگر اتفاقی برای این بیفته من از چشم تو میبینم. ای بابا، انگار بعدش نمیاد هر چیزی رو از چشم من ببینه. چیزی نمیشه، بیا بریم خونه مارینا. کجا؟ نشنیدی چی گفت؟ اگه بازم کاری دست خودت بدی تیمسار دما رو از روزگار جفتمون در میاره. کی بود از بی‌شهامتی من میگفت؟ میخوای چی کار کنی؟ بهت میگم. تفلکی آرنوش بعد از فوت شوهرش حسابی به مارینا دل بسته بود. مادر دیگه میفهمم. میگم نمیشه یه کاری براش بکنین؟ به دل رو با بگو که اون جوشون به یه معده منو بیاره. نه سب کن، نمیخواد. حب با اون بیار. با قیز و غضب که کاری از پیش نمیره. من دلنگرانیتون میفهمم ولی... نه، نمیفهمی. چون اگر میفهمیدی باید پشتیبان من میبودی، نه اینکه اینجوری این وسط میونه داری بکنی و دخترام واسه حرف من ترم خورد نکنن. من میدونم به خاطر گرفتاری ماهور ششتون ترسیده، ولی فکر نمی کنید حساب مارینا و ماهور از شهاب جداست؟ جدا نیست. اگر بود که این گرفتاری ها پیش نمی اومد که. اصلا اونجا من مهر سکوت به لبام زدم، هیچی نگفتم.
ماهور بیشتر از اون که ما فکر میکنیم در معرض خطره، میفهمی؟ نامزد اون دختره که کمونیست و الان تو دست تأمیناته. سپنتا میگه ماهور توی پاریس با سیاسی ها رفاقت کرده، عکسشو با اون پسری کمونیست نشونم داد. ماهور اهل این حرفا نیست، حتما نمیدونه اون کیه. مهم نیست که اون میدونسته یا نه، مهم اینه که عکس و سابقهش الان گزک شده تو دست تأمینات برای ضربه زدن به من. اون شب ماهور شانس آورد، واقعا شانس آورد که من تونستم سپنتا رو وادار بکنم که رهاش بکنه. اینا رو چرا الان داریم به من میگی؟ من یه مادرم حق نداشتم اینا رو بدونم؟ اینا حرفایی نیست که بخواد تو دهن همه بیفته. تا الان من خیال میکردم که ماهور متوجه خطری که تهدیدش میکنه هست، ولی امشب متوجه شدم که یا نمیفهمه یا خام و ساده و ابله. رفتن به خونه مارینا اشتباه محضه. فکر کنم رفتن. پنجه نگرشت آفران. که تا حالا هزار بار این خونه رو زیر رو کردین. قربان خبری از کتابخونه مخفی نیست؟ طوری نیست. یه نفر اینجا هست که ما رو از بیخبری در میاره. جمعه بله بله. من نمیدونم شما کی هستی، اما اینجا نمیتونیم چیزی پیدا کنیم. اینا نتونستن جرمان رو ثابت کنن، دنبال یه اتهام تازه میگردن. میدونم همه این کارا بازی سرنگ سپنتا است. نه، بازی منه، بازی سرنگ سپنتا نیست. احتشام هستم. حالا دیگه منو میشناسی، از کتابایی هم که میخونی معلومه که عشق و عاشقی سرت میشه. بلندی های بادگیر، غرور و تعصب، آن نکارنینا، بالاخره یه عاشقانه روسی هم دیدیم. البته انتظار داشتم از تولستوی بیشتر ببینم، از داستایفسکی، گوگول. من نمیفهم شما دنبال چی هستین، چی میخواین؟ میخوام بدونم وقتی عشقت به خطر بیفته چی کار میکنی؟ شما؟ میخوام ببینم تا کی میتونی لاف عشق و عاشقی بزنی. تو منو نمیشناسی، اما من تو رو خوب میشناسم. دوستیت 70 منه، پس بهتره به حرفایی که از این به بعد میزنی خوب فکر کنی، چون من عادت دارم کاری رو که شروع میکنم حتما تموم کنم. پس دلم میخواد بدونی راجبشی دارم حرف میزنم. خواستیار
باشه. مثل یه عاشق رفتار کردی، اما یه اشتباه کردی، یه جای کارت ایراد داره. تو که میخواستی خودتو بندازی توی چاه، چرا یه آدم بیگناه رو با خودت کشیدی پایین؟ شما با اون چی کار دارین؟ شما نمیتونی باشن چی کاری بکنین؟ ای کاش واقعا به حرفی که میگی باور داشتی، اون وقت اینطوری نمیترسیدی. تو نباید با اون کاری داشته باشی، نباید. تو هنوز منو نمیشناسی. اصلا دوست نداشتم اولین آشناییمون اینطوری شروع بشه. ولی تو میتونی از اون چیزی که برای روز مبادا ذخیره کردی، برای بهتر تموم شدن اولین ملاقاتمون استفاده کنی. فکر نکن که عجز و التماسای یه زن منو خوشحال میکنه. من هیچ دلم نمیخواد این نامزد بیچاره تو سر از زندانهای تنگ و تاریک در بیاره، بعدش هم گیر زندانبانای بی نزاکت بیفته. میفهمی که چی میگم؟ هنوز فرصت داره. تا همینجاشم که این دختری بدبخت و گرفتار کارهای خودت کردی بستی. من نمیدونم تو چقدر تحمل داری، ولی این دختری بیچاره دلنازکتر از این حرف هست. آفرین بازرس، دست خوش داری. میبینمت. قربان، پشت دیوار خالیه. بکنید. بله قربان.
قربان اینجا پر از کتابه. اشعار مایاکوفسکی. هیچ میدونی از فرط یأس به خاطر سیستم استالینی یه گلوله کاش توی مغز خودش. وصیت‌نامه‌اش فقط دوتا جمله بود: برای همه میمیرم. چگونه فولاد آب دیده شد؟ نیکولای استروفسکی. و سگانه گورکی. مادر. یک گام به پیش، دو گام به پس. جناب لنین. حتما به داشتن این کتابا پیش رفقات خیلی به خودت میبالیدی، نه؟ دختر جون تعجب کردی، نه؟ تعجب کردی که عاشق دلخستت این کتابا رو از تو پنهون کرده؟ این قماش خیلی چیزایی دیگه هم برای پنهان کاری دارن. دختر جون این عاشق دلخستت دیگه کارش تمومه. تا دیر نشده خودتو از شرش خلاص کن. فراموش کن که اصلا یه همچین کسی رو میشناختی. چون دلم برات میسوزه این رو دارم بهت میگم. تو اصلا میدونی دوست داشتن یعنی چی بیره؟ باشه اصلا من بیرم، ولی تو عاقل باش. تو عاشق یه احمقی شدی که کتاباشو لا تا الات توشو به تو ترجیح میده. تو خیلی جوانی، حیف تو نیست؟ این کتابا رو ضبط کنید. ایشون هم برگردونید زندان. سلام. سلام.
شما اینجا چیکار میکنی؟ مارینا چی شده؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ اتفاقا درست به موقع اومدیم. دارم میرم پیش مارینا. کجا؟ مگه میدونید کجا رفته؟ مارینا الان تلفن کرد، گفت که مامورا بردنش خونه شهاب. خونه شهاب؟ این حق من نبود بیخبر بمونم. باید یکی از شما دوتا یه چیزی به من میگفتیم. مارینا دختر توداریه. من نمیدونم اگه امشب این اتفاق پیش نمیومد تا کی میخواست زندونی شدن شهابو از من پنهون بکنه. مامورا شهابو بردن خونش. خونش برای چی؟ مارینا رو هم بردن؟ الان حالش خوبه؟ خودش میگه حالش خوبه. بریم دیگه، مردم از دل باپسی. بیاین. آقای زن، سوار شو بریم. چش خانم. آرنوش، من واقعا محبت پدرم شرمندم. تیمسار دست رد به سینه من زد. من از سر ناچاری بهش تلفن زدم. تیمسار حرف دختراش هم نمی کنه. خیال نکنید وضع ما خیلی بهتر از شماست. بفهمید. اینجاست. دوباره پلاکش همینه. ماهور چی کار کنی؟ مارینا. آقای زهد، شما اینجا باشین، اگر لازم شد ما صداتون کنیم. چشم کنم. چیزیه که فکرشو میکردی مارینا. سرت اومده؟ حرف بزن، یه چیزی بگو. دختر بیچاره من، چقدر اذیتت کردن که زبون بستی. حرف بزن، یه چیزی بگو، یه چیزی بگو مارینا، خواهش میکنم. بشین اینجا. آرنوش جان بیا بشین. مارینا. بشین. حرف بزن مارینا. مارینا. ماری جان. نمیخوای چیزی بگی؟ یه چیزی بگو مادر. شهاب تمومه دیگه. کار شهاب تمومه؟ یا تو که به این حال روز افتادی؟ من میترسم این آخر با این پسره سر از دارالمجانین در بیاره. مارینا پاشو بریم. پاشو دختر. بلنشو بریم مادر، پاشو. دورت بگردم. گمش کرده بودم. هم کتابی که روز اول آشناییمون به هم داد. یادت ماهون؟ با چه هیجانی برات تعریف میکردم یه پسر جدید چی عاشقم شده. اولین بار که دیدمش اومده بود برای روز به تسلیت بگیم.
اون روزه که تو داشتی دل میکندی من دل میسپردم. یه رمان پر جملات قصار درباره فرق عشق و حماقت، صد دفعه خوندمش نفهمیدم، امروز بالاخره فهمیدمش کلمه به کلمش. امروز وقتی بین اون کتابا یه شهاب دیگه دیدم فهمیدم یه عاشق کور احمق. اینا معشوق اصلی شهاب بودن نه من. مارینا با این حرف ها و فکرها فقط خودتو عذاب میدی. خواهش میکنم پاشو بری، الان باید خودتو نجات بدی. دیگه راه نجاتی نیست، خیلی دیر شده. مارینا منو نگاه کن، منو ببین، من روزای سخت‌تر از اینو از سر گذروندم. نه بعد خودتو ببازی. ماری عزیزم دنیا به آخر نرسیده، تو بدون شهابم میتونی دووم بیاری، درست مثل من که بعد از فرگ پدرت زنده موندم، مثل مرجان، مثل خیلی های دیگه. تو نه اولی هستی نه آخری. خدایی چی کار کنم من؟ الهی بمیرم که راحت شم از این وضعیت. آنوش آنوش بلم کن بلم کن آنوشم تو بای لعنتی. این چقدر خام بودم که فقط روی عاشقونه این کتاب خونه رو دیدم. نمیدونستم مغز شهاب پر از رمانای روسیه که دلداده هاش به خاطر مرام سیاسی از هم جدا میشن. امروز به چش خودم دیدم. مارینا یه جوری حرف میزنی انگار شهاب از تو گذشته. خودت هم میدونی چقدر دوست داره. منم تا امروز مثل تو فکر میکردم، یعنی امروز که اون کتابونه توی دیوارشو دیدم فهمیدم شهاب همون روزی که اون کتابا رو تو دیوار چال کرد عشق منم دفن کرد. خوب میدونست آخر راهی که انتخاب کرده کجا ختم میشه. هیچ کس نمیتونه به کجا ختم میشه مارینا. هر جا ختم شه به زندگی عاشقونه من و شهاب ختم نمیشه. این راه واسه همه شومه. ماهور شهاب لحظه آخر دم گوشم یه حرف عجیب زد، گفت به تیمسار بگو اگه من از زندون در نیاره اونم با من نابود میشه. یعنی چی؟ مقصودش چی بوده؟ نمیدونم. فقط ماهور یادت باشه این حرفو جز خود تیمسار به احدی نباید بگی، حتی به مرجان. ترسم به گوش سپنتا برسه. سپنتا؟ چرا سپنتا؟ چرا این حرفا میزنی؟ چرا حالا نپرس، فقط به پدرت بگو، اون خودش حتما میدونه یعنی چی. ما همه اینا دلم نمیخواد جنازه شهاب از اون تو بیاد بیرون. Thank you.
عصبیه تیمسار یا حالیش نیست داره با آتیش بازی میکنه یا زیادی پشتش به پدرش گرمه. من دوسیه رو تمام و کمال خوندم، تا همینجاشم پای دختری گیره. فقط موندم این سپنتا با چه عدله حکم آزادیش داد. یقیناً به حکم اینکه دختر تیمسار افشاره. جسارت نباشه قربان، ولی من احساس میکنم تجسس کار این دختر مثل آب در هاون کوبیدنه. ما این کارو کردیم، گیرش هم انداختیم، ولی سریع آزاد شد. شک ندارم به خاطر مقام و منصب پدرش بوده، وگرنه کی ممکنه که با این شعابی که امروز دیدینش دمخور بشه و قصر در بره. نمیدونم چجوریه که هر جا سایه این تیمسار پیدا میشه آدم ها زود خلاص میشن و دوسیه ها زود بسته میشن. نمونش هم این دوسیه روزه. چه از کنم؟ سود خاطر نباش، تازه اول گرفتاری هست. کافیه امشب راپورتچی ها دست به کار شده باشه. شما حالا هرس جوش نخور، خودم باشون حرف میزنم. عجب شبی بود، تا حالا مارینا رو اینجور ندیده بودم. آره منم، مخصوصا وقتی با تو تنها شد اون حرفا رو زد. کدوم حرفا؟ همون حرفایی که وقتی من تو راه رو بودم بهت گفت. چیزی نبود که بخواد اینجوری پریشونت کنه. مطمئنی؟ همه حرفاشو شنیدم، حتی اونی که بهش قول دادی به هیچ کس نگی، بالاخص من. توقع داشتم جلوش در بیا. چه خوشخیال بودم، فکر میکردم حداقل تو یه نفر با من رو راستی و پشتن. مایوسم کردی مامور، اون از شب تامینات، اینم از امشب. تو هم لنگه پدری، یه آدم تودار. هنوزم پدر در مورد اون شب لام تا کام حرفی نزده. از تیمسار انتظاری نداشتم و ندارم، ولی تو حقش نبود. امشب فهمیدم چقدر برات غریبم، این همه نزدیک و چقدر دور. نه نمیشه، ماهور باید برگرده. برگرد؟ کجا؟ پاریس. واقعا داره این حرفو میزنی؟ چاره‌ای برام نذاشته. به جای اینکه برای اون دوستای کله خرش دل بسوزونه و پروندهش رو توی اداره تأمینات قطورتر بکنه، بهتره بره توی گالریای پاریس بچرخه. من دیگه تحمل اینجور خودسری ها رو ندارم. تحمل دوریشو داری؟ تحمل گرفتاریاش هم ندارم. اگه اینجوری پیش بره میدونم که چه چیزی در کمینشه. اگه تو پاریس هم همین دوستای ناجوری که دورش کردن راپورتشو ببرن تأمینات چی؟ شما همراهش میری تا از این قسم اتفاقات نیفته. نگران اون بی پدر مادرهایی که توی پاریس جوانا رو مخشویی میکنن نباش. نه دیگه ماهور محصله که در دسترس اونا باشه، نه من به احدی اجازه میدم که بفهمن شما پاریسین. تا من مقدمات سفر رو فراهم میکنم شما هم بهتر مهیای رفتن بشید. به جای این حرفا بگو مارینا چرا فکر میکنه اگه به تو بگه ممکنه به گوش سپنتا برسه. از خودش میپرسیدی؟ اون تو شرایطی نبود که ازش بپرسن، الان دارم از تو میپرسن. لابد خیال میکنه صرف این که سپنتا یه بار مزون پیدا شده هر حرف بین ما پیش اونه. دختره این نمک نشناس برجان، معلوم از چته؟ قطعا نمیخوای نظر خودشو بپرسی؟ ندیدی؟ ندیدی چطوری رومو زمین انداختن؟ ها؟ نصیحت به خرجشون نمیره؟ نمیتونم اجازه بدم که زندگی خودشون رو تباه کنن. فرستادن ماهور راهش نیست. اتفاقا این بهترین راهه. اگه این راه به نظرم نمیرسید، نمیدونم واقعا امشب چطوری میتونستم چشم رو چشم بذارم. مرجان، مرجان یه دقیقه صبر کن. فلک کن ماهور، یه دقیقه بایست ببین چی میگن. چرا اینجوری میکنی؟ صبر کنیم ببینم باز چه خبر شده.
هیچی. تونستی مارینا رو پیدا کنی؟ آره الان دیگه رفته خونه. خب چطوره؟ هیچی مادر، بقیهش باشه برای بعد. پدر تو نخوابیده، باید ببینم. صبر کن. امشب نرو سراغش. کارت بهش بزنی خونش در نمیاد. ماهور، مگه با تو نیستم؟ پدر، یه پیغام دارم براتون از طرف شهاب. به مارینا گفته بود این پیغامو بهتون برسونه، دور از چشم تامیناچیا. سر گرگ بود تو لباسمش. همینا رو به مارینا گفته؟ حرف دیگه ای نزده؟ نه. این پیغام شب چه معنی میتونه بده پدر؟ به نظر چه معنی میده؟ حالا که دیده به واسطه من تو از خطر جستی و خودش گرفتار شده، این بازی رو در آورده. حدس میزدم که نجات دادن تو چه عواقبی باید داشته باشه. یعنی داره تهدید میکنه که اگه از اونجا نیاد بیرون علیه شما یه کاری میکنه؟ جز دوسیه من تو تامینات که اونم خاتمه پیدا کرده، چیزی دستش نیست. مطمئنی؟ از کجا معلوم؟ با کاری که امشب تو خواهرت کردید، این دوسیه نه تنها خاتمه پیدا نکرده، بلکه دوباره از نو شروع شده. چه راحت، چه ساده تو اون خواهر قدت افتادی تو دام اون روبا. با وجود دخترایی مثل شما ها، شاب و سپنتا که هیچ، هر ننه قمری میتونه من کل پا کنه. کافیه دیگه، برو. همونطور که مارینا گفته، کسی نباید از این پیغام خبردار بشه. برو دیگه. عشق یک نقاشی است.